دیوهی 20 ساله گام برداشته است که از خودش دفاع کند. می خواهد از شوهرش طلاق بگیرد. اما برای آن به کمک دولت نیاز دارد. بعد از جنجال های زیاد وقت پروندهش به دادگاه رسید، دردسرهای بیشتری پیدا شد. یک قاضی ارشد 65 ساله بهای رهایی او از شوهرش را ازدواج با خودش تعیین کرد. دیوه که یک خبرنگار محلی است اما به جای ازدواج با قاضی صدای او را ضبط کرد. 50,000 به قاضی که کدام کسی که فیصله من میکنه 20,000 به من بده. خو گفت ما خوی قدر پیسه ندارم. خو گفت میگه که تو پیسه نداری، میگه کته ما عروسی کو. عروسی کو ما میال زنگ میزنم 10,000 افغانی برات میارم با یک زنگ. و پیسه ندار کرد. گفتم خو گپ عروسی نبگو. از من خنده ما آمد. گفتم میرسه گو کلان آدم است باز رشته فید مرا میگه. گفتم ما خارسی نمیکنم کته، اگر کدام همکاری یا کمک میکنی اون نبکو گپ عروسی نیست. خو گفت میگه خو برو پیسه بده. نه قاضی به زبان پشتو در این نوار به دیوه میگوید که تنها راه خلاص شدن از شر شوهرش ازدواج با اوست. درخواستی که در این گفتگوی 15 دقیقه‌ای 15 بار تکرار شده. او میگوید که با نفوذی که در سیستم قضایی دارد، پرونده طلاق را یک روزه به نفع دیوه فیصله خواهد کرد. این داستان در شهر شرقی جلال آباد اتفاق افتاده. قاضی ظهورالدین میگوید که طرح درخواست ازدواج فقط یک شوخی بوده. او میگوید رقیبانش علیه او توطئه کردند. دادگاه ها آخرین روزنه امید برای کسانی است که به دنبال عدالت هستند. زنان افغان تا واقعا مجبور نشن در محاکمه نمیزنند. گاهی هم اگر زدن با دل خوش از اونجا بیرون نمیشن. سر و کار این فعال حقوق زن با ادارات دولتی زیاد است. فاسدترین دولت در فهرست سازمان شفافیت بین المللی. فساد مخصوصا مالی جزء از فرهنگ کارهای اداری ما شده، جزء از فرهنگ سیاسی در زندگی روزمره همه مردم شده. اونایی که ضرورت دارن که یک مشکلشان حل شوه یا به قضیشان رسیدگی شوه، اونا هم ذهنن پذیرفتن که با پرداخت یک مقدار پول یا رشوت باید کارشان اجرا شوه، و اونایی که به اصطلاح کار انجام میتن یا مسئولین زی صلاح هستن، اونا خب به هر صورت این توقع دارن. دیوه اکنون به امید رسیدن به عدالت به دادگاه عالی رو آورده. پرونده طلاق برایش کم نبود که حالا باید به جنگ یک قاضی قدرتمند برود. هارون نجفی زاده، بی بی سی، کابل.